همزمان با دومین روز از آتشبس 72 ساعته در غزه و با وجود خرابی های گسترده در این شهر بسیاری از فروشگاه های مواد غذایی و بانک ها برای ساعاتی بازگشایی شدند و شرایط زندگی در این شهر پس از مدت ها عادی به نظر میرسد صدها تن از ساکنان غزه که به دیگر شهرها پناه برده بودند نیز از فرصت آتشبس استفاده کرده و به این شهر بازگشتند تا ببینند چه بر سر خانه هایشان آمده است برخی تاجران غزه میگویند در پی عملیات ارتش اسرائیل حدود 80 درصد از کارخانه های موجود در این شهر تخریب شدند و اقتصاد در خطر جدی قرار دارد. در درگیری هایی که از حدود بیش از یک ماه گذشته میان حماس و ارتش اسرائیل در غزه آغاز شده، بیش از 1900 فلسطینی کشته شدند که یک چهارم آنها کودکان بودند. ما هم میخواهیم مثل مردم دیگر در همه جای دنیا در شرایط انسانی و با عزت زندگی کنیم. در حال حاضر شرایط زندگی برای ما بسیار نامناسب است و هیچ کس به فکر ما نیست. تعداد زیادی از کودکانی که از جنگ نجات یافتند نیز خانواده هایشان را از دست دادند و بی سرپرست ماندند. بچه ها همه ای روز در حال داد و فریادند آنها در طی 25 روز گذشته تنها غذاهای آماده خوردند چون چیز دیگری برای خوردن نداشتند آنها نمی توانند حتی راحت بخوابند شرایط برای آنها بسیار سخت است بر اساس گزارشات چهار هفته درگیری در غزه بیش از 400 هزار کودک از نوعی پریشانی روانی رنج میبرند و تنها یک چهارم از آنها تحت درمان و کمک های پزشکی قرار گرفتند.